سمینار کنگره ملیت‌های ایران فدرال را ادامه می‌دهیم با پانل سوم تحت عنوان نظام سیاسی آینده ایران، مکانیزم‌های مناسب جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر. از جناب یوسف کور تقاضا می‌کنم تشریف بیارن برای اجرای پانل. خب این پانل، موضوع این پانل هست نظام سیاسی آینده ایران. می‌خوایم در رابطه با مکانیزم‌های مناسب جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر صحبت کنن. اگر موافق هستین من از آقای یاسین اهوازی از حزب تضامن دموکراتیک اهواز شروع کنیم. بله، با سلام مجدد. من مستقیم وارد بحث میشم به دلایلی که توضیح داده شد. موضوع سیستم آینده برای سیستم آینده ایران، برای کشور ایران که یکی از موضوعات اساسی اپوزیسیون ایران هستش. طبعا ما در کنگره ملیت‌های ایران فدرال خواهان هستیم سیستمی در ایران به وجود بیاد که در برگیرنده حقوق تمام ملیت‌ها و اقوام ایران از هر تعداد به حساب نفوذ جمعیتی که میخواد باشه و به وجود بیاد. ما معتقد هستیم که سیستمی که میتونه به تنهایی ضامن حقوق برابر در ایران برای ملیت‌های ایران و اقوام ایران باشه سیستم غیر متمرکز هستش که ما در برنامه سیاسی کنگره ملیت‌های ایران آن را به نام فدرالیسم می‌شناسیم. طبعا فدرالیسم که می‌دانید که یک سیستمی چنان قدرتمندیه که الان دو سوم جمعیت تمام کشورهای دنیا را به شکل‌های مختلف با توجه به اینکه گفته شد در قبل امروز صبح که بعضی کشورها هم هستن فدرال هستن استبدادی هستن ولی بعضی هم دموکراتیک، ما در ایران به دنبال اون هستیم، تضمین هایی هستیم که این سیستم فدرال که به همراه خودش یک به اصطلاح مجموعه و به اصطلاح موج دموکراتیک هم در ایران به وجود میاره هستیم. وقتی من میگم که فدرال سیستم فدرالیست به خود به خود دارای به اصطلاح اون پتانسیل دموکراتیک هستش، برخلاف خیلی در اپوزیسیون معتقد نیستند و مسائلی مطرح میکنند که خارج از واقعیت تئوریک و به اصطلاح آکادمیک و تجارب سیاسی و جغرافیای فعلی جهان که الان ما در جهان وجود داره عنوان میکنند. برای ما این مهم هستش که نفوذ و اعتبار انسان برابر در آینده سیاسی ایران تضمین بشه. این برای ما خیلی مسئله است. به عنوان مثال خیلی براتون رک بگم، چون ما تو بحث‌ها و سمینارها و مسائل مختلفی حرفایی می‌زنیم یا تو مقالات یا مسائل خیلی می‌شنویم که از واقعیت به اصطلاح انسانی فدرال که میتونه در برگیرنده حقوق همه به طور مساوی باشه فاصله خیلی زیادی داره و همه مسائل مطرح نمیشه. به همین دلیل کنگره ملیت‌های فدرال در جنبندی تئوریک خودش، در حینی که ما الان در به اصطلاح در تدارک تدوین یک جزوه یا یک کتابچه در مورد فدرالیسم هستیم و شکل به اصطلاح محتوای که میتونه در برای قانون اساسی آینده ایران به عنوان یک بخش از آن به عنوان یک پیشنهاد مطرح بشه فعال هستیم. الان بیش از 10 ساله که ما به اصطلاح تحقیقات زیادی در این مورد کردیم، یعنی به قول گفتن این چشممون بسته نیست، تو اتاق تاریکی هم به تنهایی نرفتیم و نظرات دیگران ها هم شنیدیم و هم امیدواریم که بشنویم. یکی از دلایلش هم همین سمینار هستش که امیدوار بودیم دیگران بیان، اونایی که مخالف فدرالیسم هستن، که نظرات اونها رو بشنویم و اونها هم نظرات ما رو بشنون. ببینید در فدرالیسم که ما مورد نظر هستش کنگره ملیت های ایران فدرال، یک فدرالیسم ملی جغرافیایی است که به صورت اصطلاح سیاسیش و جغرافیش به این هستش که در مناطقی که اکثریت جمعیت از یک به اصطلاح مردم اتنیکی تشکیل شده باشه را در بر میگیره. و این خیلی مهم است که بدانیم که کنگره معتقد نیست که اون اگر در یک منطقه جغرافیایی ملی اتنیکی جغرافیایی اگر مثلا دیگر قشرهای اجتماعی
حتی به تعداد 10 خانوار اگه وجود داشته باشن از حقوق برابر برخوردار نیستن و مجبور باشن مثلا زبان اکثریت اون منطقه را حتما باید بنویسن یا تکلم کنن یا آموزش ببینن. به هیچ وجه ما اعتقاد هم چیزی در کنگره نداریم. هر کس به تناسب خودش از این حقوق برخورداره که زبان مادری خودش و در به اصطلاح مسائل فرهنگی خودش دخیل باشه و تاثیرگذار باشه و این چیزی است که ما معتقدیم میتونه به یک پارچگی ایران کمک بکنه. به ما طبعا شما همه به شکل‌های مختلف شنیدید که بعضی از اپوزیسیون نگاه کج به کنگره ملیت ایران دارن، با نگاه امنیتی حتی به مانند نظام ایران نگاه میکنن و این به دور از حقیقت و غیر منصفانه است. ما در کنگره ملیت ایران فدرال برای همه ملیت ایران اونجا جا هست. الان ما حتی کرسی بسیار غیر از اعضای ملیت های ایران فدرال که کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و لور و کرد ترک آذری هستش، کرسی مثلا مرکز نشینان یا معروف به فارس و حسن اونجا خالی هستش. ما از اونها استقبال میکنیم که در کنگره بیان، چرا معتقدیم که یک پارچگی اگه قرار در ایران به وجود بیاد با همیاری و اتحاد و تعامل و نه اتحاد، با تعامل و همکاری میتونه به وجود بیاد و و و و ما این سیستم فدرالیسم رو به عنوان یک سیستم آلترناتیو برای آینده ایران پیشنهاد میکنیم. به ما تهمت میزنن که ما خواهان 100% این هستیم، هم چیزی نیست. ما به عنوان یک پیشنهاد کنگره ملیت های ایران اینو مطرح میکنیم، اما معتقدیم که ما از نظر به اصطلاح بافت جمعیتی که اکثر جمعیت ایران هستیم و بازم به ما میگه که ما نمایندگی به اصطلاح ملیت های خودمون رو نمی کنیم. این ما در این مسئله هیچ مشکلی با کسی نداریم. آینده ثابت خواهد کرد که به اصطلاح به سر سمت گیری های سیاسی در مناطق اتنگی به کدام سو خواهد رفت. اما ما از تجربه کشورهای دیگه به خصوص در منطقه وقتی نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که اگر از حالا ما به تعامل همکاری دست پیدا نکنیم وضعیت خوبی برای ایران وجود نخواهد داشت. با توجه به جنایاتی و اون به اصطلاح جنایات سیستماتیک فرهنگی، جنوساید فرهنگی که در منطقه انجام در ایران رژیم ایران داره انجام میده که کمتر از بسیار کشتن انسان ها هم نیست. وقتی شما یک زبان یک ملتی رو یک قومی رو نابود میکنید و تمام درهای به اصطلاح فضای باز آموزش فرهنگی و اجتماعی به رو میبرید، به معنی اون هست که شما اون ملت رو دارید قتل عام میکنید. متو قتل عام فیزیکی نیست، اما کمتر از اون هم جرمش کمتر نیست. به همین دلیل وقتی که ما میگیم که مثلا فدرالیسم جغرافی منطقه به این دلیل هستش که تقسیم قدرت سیاسی برای ما خیلی مهم هستش، چه به شکل عمودیش و چه به شکل افقیش. افقیش به این بدین شکل هستش که ما در مناطق ملیت های ایران به مناطق کشورهای دموکراتیک آزادی دیگه خواهان پارلمان های محلی هستیم. دقیقا همین پارلمان های محلی اگر به تجارب کشورهای دیگه نگاه بکنیم، به خصوص هندوستان که ما قبل از این من اشاره بکنم ما به هیچ عنوان الگو برداری نمی کنیم. در همین فدرالیسم که ما برای ایران می خواهیم منطقه با منطقه ممکن مسائلی تفاوت داشته باشه، چون خلاقیت فدرالیست بر اینه که میتونه بر تمام شرایط و به اصطلاح مشکلات اتنیکی، مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غلبه بکنه. خلاقیتش اینه که میتونه تطبیق پیدا کنه با هر تفکر فکری، به شرطی که نگاه برابر باشه، به شرطی که کسی بر دیگری برتر و ارجحیت داده نشه. ببینید در ما حالا به عنوان مثلا در ایران که کسی رو ملت یا به اصطلاح تنوع فرهنگی داریم به اندازه هند، کشور هند نیست که شما میدونید بیش از 311 تا مذهب داره، بیش از 400 لهجه داره و 18 زبان رسمی داره و خیلی چیزهای دیگه. اما در همین ایران اگه نگاه بکنید وقتی ما میگیم که برای ایران میخوایم سیستمی دائر بکنیم که اسمش فدرالیسم هستش و ملی جغرافیایی هستش و باید در برگیرنده حقوق برابر و تضمین کننده حقوق باشه، چنان که من قبلا گفتم به این دلیل هستش که این تنوع فرهنگی و این اختلاف وجود خارجی داره. ما مثلا یک چیز بحرانی رو برای ایران نمیسازیم. بحران آردی از قبل در ایران وجود داره و روز به روز داره عمیق‌تر میشه. حالا سوال ما در کنگره ملیت های ایران با این پروژه اومدیم به نام فدرالیسم که مطمئنیم
با توجه به تجربه جهانی هم که بهت گفتم وجود داره، میتونه به تفاهم مردم ایران، به همکاری مردم ایران و در وهله اول سازمان‌های سیاسی ملیت‌های ایران کمک بکنه که دور یک میز جمع بشن و به و بتونیم سیستمی را به وجود بیاریم برای ایران که در برگیرنده و ضامن حقوق برابر باشه. چرا؟ چون که گفتم تقسیم قدرت سیاسی برای ما خیلی اهمیت داره، چه عمودیش چه افقی. افقیش که گفتم به شکل پارلمان های محلی و شاید هم دولت های محلی باشه، و عمودیش به شکل شرکت در به اصطلاح دولت مرکزی فدرال باشه. در من اشاره هم در آخر بکنم، البته میدونید بحث فدرالیسم به بحث آکادمیک و بسیار گسترده است، در 5 دقیقه یا 7 دقیقه که به ما وقت داده میشه نمیتونم رسید بهش. اما تشکیل مؤسسان هم یکی اهداف ما در مجلس مؤسسان که باز تمام ملیت های ایران در اون نشستن، ساختارش و شکل و محتوای به اصطلاح حرکت نظام فدرال در ایران تعیین خواهد کرد. این هم برای ما خیلی مهمه که مجلس مؤسسان از همه ملیت ها، از همه صداها و طلبات و خواسته ها تشکیل شده، و همون مجلس مؤسسان است که بعد منجر میشه به دولت فدرال مشترک باز هم از همه ملیت ها و اقوام ایران باشه. با درود، من سپاسگزارم که فرصت به من داده شد و جرأت میکنم درس پس بدم پیش پیشکسوتان و آموزگاران خودم. بزرگانی که اینجا هستن من خواهند بخشید، به مراتب همه بیشتر از من میدونن. منم فقط یاد گرفته هامو بیان میکنم هر چقدر بتونم کوتاه، و همینجا شروع کنم که آرزو میکردم الان در ایران بودین و اونجاست که این کیفیت اینجور نشست هایی تعیین کننده است. از اینجا من سوال میکنم که ما برای اینکه برسیم به جایی که این مسائل رو مطرح کنیم که حالا چه نظامی میخوایم، من فکر کنم فاصله زیادی داریم تا اون روز، و اولین سنگی که سر راه این تصمیم گیری درست برای گام اول، این گام اول برای ما نیست به نظر من، سنگی که سر این راه گام اول هست که هنوز انتخاب نکردیم این است که شایع شده این نظام تموم شده دیگه، روزهای آخرشه و دیگه به ضعف مطلق افتاده، دیگه چیزی نمونده از بین بره. یعنی این جمعیت بزرگی از ایرانیان رو چه داخل چه بیرون از ایران امیدوار میکنه که سیاست صبر و انتظار رو پیش بگیرن که اون طرف سکه میشه امید و تدبیر. من خیال میکنم که اینجوری نیست، این نظام قدرت داره، هنوز پایه داره، و ما هنوز در بیرون، ما که عرض میکنم به عنوان مخالفان این نظام، مخالفان استبداد اسمشو بگذاریم، هنوز فصل مشترک یا مخرج مشترک یا وجه مشترکی برای همکاری، نه برای یکی شدن، ذوب شدن در دیگری، نه برای پیوستن این به آن تشکل یا آن تشکل به این یکی، برای اینکه یه جبهه بسیار بزرگی که توانا باشه. جبهه های کوچیک فراوان تشکیل شده، همه مسبوق هستید در این 30 ساله، همه هم شکست خورده بدون استثنا. من خیال میکنم که لازمه که ما بعضی از واژه هایی که فریبنده است، زیباست، آزادی 110 ساله داره گفته میشه دیگه، آیا معنی آزادی این واژه در ذهن همه مردمان این 110 سال تا امروز، حاکمان هر جا، مخالفان این حکومت، آیا معانی مشترک داشته؟ یعنی در ذهن همه ما، همه اکنون تو این سالن، آزادی یک معنا داره؟ من به این نتیجه رسیدم، نمیدونم درست، اگر نیست خوشحال میشم که راهنمایی بشم، یک نفر دست بلند کنه من وقتمو بهش میدم که توضیح بده. اگر ما یک ذره توجه کنیم، یک نفر روی کره زمین پیدا نمی کنیم که از آزادی که میفهمه آزادی خودش باشه دفاع نکنه و نخواد. یک نفر برای نمونه، هر نوع آدمی که مثال بزنید، از گاندی مثال بزنید تا ماندلا تا آقای خمینی، آقای خامنه‌ای، آیت الله جنتی، اینا همه آزادی رو میخواند. اونتا تعریفی که اونا از آزادی دارن با میدونم برای آدم های این سالن اون تعریف پسندیده نیست. حالا من فکر کردم که خب کلید، یعنی اون گام اولی که جامعه ما رو از این حالت امید و
نشستن از بیرون کسی کاری بکنه و یا در واقع مطالبه محور شدن جنبشی که به نظر من یک اعتراض فقط این مطالبات میبینیم که شده از 1,000,000 امضا بگیرید کوچکتر و بزرگتر به هیچ کجا نرسیده و نخواهد رسید. من اینو گستاخانه میگم به عنوان شاگردی که سوال مطرح میکنم اگر کسی میگه به رای میرسه باید این زمانی که گذشته رو یا آیندهی رو متصور باشه بر پیشبینی درستی بکنه. این آزادی من حالا به این تعبیر میکنم که حاصل آزادی که من تصور دارم اولا اون آزادی نیست، چون آزادی به محض اینکه مشروط شد دیگه اسمش آزادی نیست. ما آزاد نیستیم رانندگی بکنیم به شرط اینکه گواهینامه بگیریم، مقررات رو بدونیم و میدونیم اگر از چراغ قرمز رد شدیم جریمه باید بدیم. بنابراین آگاه هستیم به این آزادی اجتماعی. این اسمش هست محدوده های قانون. ما اسمشو به غلط همه میگیم آزادی. وقتی آزادی مشروط شد مثل امروز در ایران آزادی سیاسی مشروطش وجود داره، یعنی آزادی سیاسی اسلامی وجود داره، اونم نه یک نوع، نوع اسلام حاکم، حتی نوع اسلام آقای سروش که مجبور مهاجرت شد یا تبعید. از دید اون آزادی نوعی از آزادی اسلامی مشروط به اسلام، این آزادی وجود داره. در قانون اساسی هم دقیق همه جا حتی شک وقتی هست باز چیزی گذاشته مادی و تفسیری که مبادا از دستشون دره. بنابراین من برمیگردم به سه موضوعی که اسمشو من گذاشتم آزادی های سیاسی بی قید و شرط برای همگان. یکم به ترتیبم باید جلو بره، نمیتونه سومیش بیاد اول. یکم آزادی نشر و رسانه، همه انواع نشریات و رسانه ها و ارتباط. این آزادی رو خب آیا ما میخوایم؟ معلومه که میخوایم، همه میخوان. ولی سر این هیچ کاری کردیم بیایم سوال کنیم؟ سر این جبهه‌ای تشکیل شده؟ اینا پرسش‌هایی است که من دارم. دوم، بعد از این آزادی همه احزاب بدون استثنا است، حتی حزب الله، یعنی حزبی که بر پایه قرآن و تمام اون تفکرات، حزب سیاسی اسلامی حزب الله که امروز اون آزاده به اضافه اهرم‌های نظامی و اسلحه و تمام زوری که داره در دست، که ما همه تعجب میکنیم که حزب الله آزاد باشه. اون آزاد هستن و قدرت و حکومت دستش. بنابراین این دومی مرحله ما باید آزادی همگان رو بخوایم، حتی حزب الله، آزادی سیاسی. سوم، آزادی تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز. من تأکید میکنم خب این سه تا اسمش چیه؟ اگر اسم اینا آزادی سیاسی روی توی متون کلاسیک اگه بریم دنبال واژه آزادی بگردیم چیزهای فراوون هست. از جمله دوستان من میگن که آزادی، نه این دوستان ببخشید سر من کج شد، آزادی تا اونجایی مجاز هستیم ما آزاد باشیم که به آزادی دیگران لطمه نزنیم. خب اینو اگه من رعایت کنم به آزادی آقای بابک زنجانی میتونم لطمه نباید لطمه بزنم؟ به آزادی آقای خامنه‌ای نباید لطمه بزنم؟ خب اسیر میشم که من اون وقت، یعنی باید بپذیرم آزادی اون. اون آزادی های اون قانون گذاری میکنه، روی قانونم میره اتفاقا برای خودش. بنابراین آزادی سیاسی بی قید و شرط تعریفش اینه که من این ستایی که گفتم اگر اسمش آزادی سیاسی نیست هر چی هست بگیم، و اگر چهارمی داره که به این اضافه بشه که قید و شرط بردار نباشه چیست؟ حالا من خیال میکنم اگر آزادی دیگراندیش خواهی به جای آزادی خواهی 110 ساله متداول بشه، مقبول مبارزان پیشقراول مبارزه با استبداد، یعنی آموزگاران من و بعد شاگردی چون من و نسلهای بعد از من، مقبول این عرض کردم پیشقراولان مبارزه باشه، نه که یک بار جامعه، این مقبولیت که یعنی خود به خود در ذهن این آموزگاران و اقلیتی که همیشه باید شروع بشه از اون زندان تعطیل میشه بدون استثناء. من فکر میکنم این سالون و بسیارانی اعتراض به این نظام رو وهله اول از سرکوب و دستگیری و شکنجه و تا اعدام همه باش مخالفیم. بنابراین میوه بلافصل پذیرفتن
آزادی، این سه اصلی که اشاره کردم، این سه عنوان آزادی بی قید و شرط سیاسی برای همگان، اینه که زندان‌های سیاسی تعطیل بشه. بعد از 35 سال هنوز ما فریاد می‌زنیم زندان‌های زندانی سیاسی آزاد باید گردد. شعار بی‌خاصیت کهنه بی‌نتیجه. و ما لذت می‌بریم. و حالا اعدام بهش اضافه شده، بر اعدام نه. این دیگه انحراف عجیب غریبی، یعنی اختلاط زندانی معمولی با زندانی سیاسی. یعنی برای داشتن عقیده دوستان زندان هستند و ما هنوز جبهه‌ای به عنوان آزادی دگراندیشخواه نداشتیم. هیچ متنی، یک پاراگراف حتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن 57 دست کم پیدا نمی کنید که از آزادی دگراندیش دفاع شده باشه، که ما آزادی دگراندیشخواه بوده باشیم، که 22 بهمن آزادی به معنایی که ما انتظارش امروز داریم مستقر شده باشه و بتونه دوام پیدا کنه. و من خیال میکنم تا این اتفاق نیفته، آگاهی، عنصر آگاهی، اول این تو جامعه میره، بعد عنصر آگاهی توسط رسانه‌ها، و بعد خواست دموکراسی و مناسبات دموکراتیک و تضمین حکومت مردم و تمام مردمان و اینکه اونجا چه انتخابی باشه، فدرالیسم یا هر نوع دیگه، اینا تمام مراحلی است که فردایی است. بقول یکی از دوستان، اینجایی ما هر تصمیم بگیریم، اگر رأی از ما می‌خواستن ممکن بود ما بتونیم تأثیر بذاریم، ولی ما فقط بستری باید فراهم کنیم از وحشت جامعه ایران بیاد بیرون و جرأت کنه بشناسه آدم‌هایی رو، من و دیگران که همدیگر رو خودمون معرفی می‌کنیم، برای نمونه‌ای که داریم برای حکومت مردم، دموکراسی و تمام اون زیبایی‌هایی که در واژه‌ها خلاصه شده، مفاهیمش هم یکی نیست پیش هممون. ما مردم رو اگر احترام می‌گذاریم که به قدرت برسند، دموکراسی اگر حکومت مردم هست، ما باید بسترسازی کنیم و بسترش ایجاد جبهه‌ای آزادی دگراندیشخواه هست و لا غیر. به نظر من، ببخشید فضولی‌های من. سلام عرض کنم خدمت دوستان. با اجازه بایستی عرض کنم که ما در شرایطی به سر می‌بریم که کشورمون در موقعیت خطیری هست و البته لاغر در روز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی همچی در چشمنداز نیست که ما الان، نه اینکه بنده ناامید باشم، من فکر میکنم که یه نظام دیکتاتوری، یک نظام استبدادی مذهبی از نوع نظام جمهوری اسلامی هر روز میتونه با بحران سرنگونی مواجه باشه و هست، مثل سونامیه، مثل سیله، مثل زلزله است، میاد، قطعا میاد، اما کی، کجا، به چه شکل نمیدونه. در صورت تصور اینه اونایی که همیشه زمان میدن حتما اشتباه میکنن، اگر نخوان از اشتباه درس بگیرن حتما قصد فریب مردم رو دارن. ولی از این که بگذریم، ببینید مسئله ای که هست، من فکر میکنم که خب کمتر کسی در دنیای امروز هست که بگه من با حقوق بشر مخالفم. حتی شما میایید به عقب مونده‌های نظام جمهوری اسلامی هم که میرسید، میگه ما حقوق بشر اسلامی داریم، یه چیزی بیشتر از مال ایناست، یعنی به کمتر اضافت نمیدن. بنابراین کسی نف نمی کنه، ولیکن بایستی این رو مد نظر قرار داد که ما در عمل چقدر به اون پایبند هستیم، چون در حرف که کسی نفیش نمی کنه، که همه در تاییدش میگن، خیلی هم احتمال داره میان بهتر از من و شما هم صحبت میکنن و یا خودشون رو متعهد به اون اعلام میکنن. اما خب ما ملاک و معیاری که نداریم اینجا، دستگاه دروغ سنج هم که نداریم که بزنیم به افراد ببینیم این راست میگه یا دروغ میگه، این که میگه من معتقد به حقوق بشرم راست میگه یا نه. ولی یه مسئله هست و اون اینه که ما در عمل، در عمل امروزمون چقدر به مسئله حقوق بشر پایبندیم. و البته این رو عرض کنم، ببینید خب ما از کشوری میایم که با این مقوله آشنا نبوده. مسئله حقوق بشر مسئله نیست که در جوامع مثل جوامع ما شناخت آنچنانی بهش بوده باشه، چون ما در کنش و واکنش نبودیم. ما حتی خب هنوز این تجربه رو نداریم که بتونیم همدیگه رو خوب تحمل بکنیم یا بتونیم. خب همین مشکل شما میبینید در وقتی در ارتباط با ملیت ها میبینید، منی که تا حالا با هیچ کسی کنش واکنش نداشتم، منی که با کسی برخورد نداشتم، قطعا وقتی که با ملیت های دیگه هم قرار میگیرم همین گارد رو دارم،
میدونید، یعنی در هر صورت این ضعف‌هایی است که ما در جامعهمون داریم، نیروهای سیاسی ما دارن، فرقی هم نمی‌کنه، به خاطر اینکه ما از یک کشوری میایم که در اون استبداد بوده، سرکوب بوده، به شکل وحشیانش هم بوده و تجربه 36 سال بسیار بسیار خونین رو هم پشت سر گذاشتیم. بخشی از اینها آرزه است که ما هممون در خودمون داریم، ولی بحث در اینجاست که خب ببینید بسیاری از گروه‌های سیاسی امروز هستن و اینا هم ادعا میکنن ما با حقوق بشر معتقدیم یا پایبندیم، ولی وقتی به عمل که نگاه میکنید میبینید که واقعا اینطوری نیست. وقتی که شما در یک جریان سیاسی میبینید اختلافات سیاسی رو شما میخواهید حتی با دوستان خودتون، با رفقای خودتون یا با کسانی که از همون نژاد یا همون ملیت هستین حل بکنید، میبینید وقتی که به اینجاها میرسه میخواییم از موضع زور، سلاح، قدرت استفاده بکنیم. خب قطعا این با اون مسئله حقوق بشری که ما ازش صحبت میکنیم همخوانی نداره. در گروه های سیاسی شما بیایید نگاه بکنید مسائلی که مطرح میشه و جاهایی که گروه های سیاسی حاکمیت دارن، شما ببینید آیا حقوق بشر رعایت میشه؟ آیا در گروه های سیاسی حقوق بشر رعایت میشه که ما بعدها میخواییم همین رو در کشور خودمون، در جامعه خودمون رعایت بکنیم؟ وقتی که ما حقوق بشر رو در گروه های سیاسی خودمون، در جمع خودمون نمیتونیم رعایت بکنیم، قطعا این رو در کشورمون رعایت نخواهیم کرد، قطعا در منطقه تحت نفوذ خودمون رعایت نخواهیم کرد، به خاطر اینکه ما یه آزمایشگاه کوچیک داریم، توی آزمایشگاه کوچیک شما نمیتونی نتیجه بگیری، چجوری میخوای برید سطح جامعه یا سطح وسیع‌تر این رو نتیجه گیری بکنید؟ خب امروز اگر نگاه بکنید در صورت در به سابقه حقوق بشر ما نگاه بکنیم، درست 66 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره، خب در سطح سازمان ملل تقریبا 2 دهه به دنبال این بودن که مکانیزم های حقوق بشری رو اونها تعریف بکنن، چون خود جامعه بشری هم مکانیزم این نداشت، تعریفی نداشت. بسیاری از روشنفکران، بسیاری از حقوقدانان، بسیاری از متخصصین روی مسئله کار کردن و تجربیاتی که خب میبینید حالا به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر در اومد، بعدها به عنوان مکانیزم ها و نهادهای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، همچنین در کمیساریای عالی حقوق بشر اینها به تصویب و تایید رسید، بعدها اینها در کمیته های مختلف، در تعریف های مختلفی که از مسائل گوناگون اینا دادن، اینا خب به تصویب دولت ها رسید. اما اگر نگاه بکنید خود سازمان ملل متحد، خود جامعه بین المللی هم میدونه که فقط مسئله این نیستش که شما متعهد بشید به این، بعدن این رو حتی توی قانون میبرن، چون میدونید وقتی دولتی یک مکانیزمی رو امضا میکنه لزوماً به منزله متعهد بودن اون دولت نیست، میبایستی حتما در مجلس ملی اون کشور به تصویب برسه که جزء قوانین اون کشور بشه، این در ارتباط با میثاق‌های بین‌المللی هم مطرحه. بعد به همین که اکتفا نمی‌کنن، می‌بینید در سازمان ملل متحد دهه 80 به این طرف مسئله نظارت پیش میاد، چون قبل از دهه 80 مسئله نظارت نبودش، درسته بعضی از مکانیزم‌ها بود ولی کن مسئله نظارت فعال سازمان ملل متحد نبود. چرا؟ چون خب خود اونها هم در عمل می‌دونن که آقا کشورها صرفاً همین که بیان تعهد خودشون رو اعلام بکنن کافی نیست، به همین دلیله که مکانیزم نظارت میاد، گزارشگرای ویژه سازمان ملل متحد تصویب میشه، گزارشگر ویژه برای کشورها و گزارشگران موضوعی که امروز می‌بینید، حالا هر روز می‌شنویم که آقا مثلا گزارشگر زنان، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر مذاهب، نمیدونم گزارشگر مسئله قضایی هست، گزارشگر اعدام های خودسرانه هست. من فکر میکنم بخشش قبل از هر چیز برمیگرده به اینکه ما امروز چی کار هستیم، در جریانات خودمون چی کار هستیم، در گروه های سیاسیمون چی کار هستیم، اونجایی که قدرت داریم چی کار هستیم. برای نمونه شما اگر ملاحظه کنید که خب بزرگترین گروه های سیاسی ایران یا آلترناتیوی بخشی از بالاخره اپوزیسیون ایران مجاهدین، خب ببینید متعهد به حقوق بشر هستن، متعهد به رعایت حقوق بشر هستن، منشور سازمان ملل متحد هستن،
و کاملا هم بدون برو برگرد اون صحبتهایی که هست تایید میکنن و بدون قید و شرط تایید میکنن. اما عمل همینه؟ قطعا نه. آیا با قرآن از اقلیم، حالا اقلیم کردستان هم داشته آشنا هستن، حالا از اقلیم اشرف بون باید یه جایی که مثلا یه اقلیمیه بالاخره، یه حکومتی هست یا یک جاییست که شما قدرت دارید، آیا در اقلیم اون اشرف این حقوق بشر رعایت شده یا می شده؟ ببینید، بنابراین این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، صرف این که شما بگید من معتقدم، پایبندم، رعایت میکنم، صرف ادعا مهم نیست. خیلی از مسائل رو عرض کردم در حیطه عمل شما میبایستی اونها رو مورد ارزیابی قرار بدید، وگرنه خب اگر یادتون باشه خمینی میگفت ما یه حکومت میخوایم درست کنیم مثل همین حکومت فرانسه، میدونید؟ ولی خب در عمل نگاه میکنید میبینید که به کجا کشید. اینه که من صحبت فرصت نیست، ده دقیقه هم تمومه، اینه که همینجا ختمش میکنم که قبل از هر چیز به حقوق افراد دیگه اینجا تجاوز نکرده باشه. عنوان پانل همچنان که هست، نظام سیاسی آینده ایران. چرا میگیم نظام سیاسی آینده ایران رو میخوایم عوض کنیم، جابجاش بکنیم؟ به دلیل اینکه اون محور اصلی که هممون روش صحبت میکنیم برای اکنون ایران و آینده ایران، سخن از دموکراسی و حقوق بشر میکنیم. جمهوری اسلامی در طول این 35 سال حیات خودش با تصویب این قانون اساسی که از سر تا پاش تبعیض آمیز هست، در واقع مردمان ایران رو تجزیه کرده، مردمان ایران رو تجزیه کرده. و طبیعی هم هست که تجزیه مردمان ایران خطر تجزیه خود ایران رو هم پشت سرش خواهد داشت. برای اینکه این کاملا مشخص است، اون نکاتی که باعث تجزیه مردمان در ایران شده، اون قانون اساسی تبعیض آمیزی هست که به طور مشخص بر پایه اپارتاید جنسیتی، یعنی برابری حقوق زن و مرد، اپارتاید مذهبی، دوباره بازم همون که یک سکت خاصی از یک مذهب خاصی رو حاکم گردوندن، و به اضافه تبعیض علیه مردمان ایران، ایرانی که در واقع تاریخاً محل سکونت مردمانی بوده که دارای فرهنگ و دارای تاریخ در همون سرزمین‌هایی که در چارچوب ایران بودند، این هویت خاصی برای خودشون داشتند. این تبعیض‌ها همه باعث شده که الان مردمان ایران به جایی رسیدند که اپوزیسیون در واقع به انعکاس نارضایتی مردم و تعهدی که خودشون احساس می‌کنند به فکر این هستند که این نظام باید عوض بشه. خیلی خوب، این نظام می‌خوایم عوض بکنیم. برای اینکه دموکراسی رو داشته باشیم، دموکراسی که به مفهوم آزادی‌های شناخته شده بین‌المللی و برابری حقوقی که مد نظر هممون هست، و به اضافه رعایت حقوق بشر که به شکل‌های مختلف این رعایت حقوق بشر خودشو نمود میده، چه مکانیزم‌های لازم داریم که بتونیم این جایگزینی رو برای این داشته باشیم که مورد قبول باشه؟ مکانیزم‌های مختلفی که به اصطلاح مد نظر است. طبیعی است هم که هر کسی از دیدگاه‌های خاص خودشون مکانیزم‌های خاص خودشون رو ارائه میدن برای اینکه برسیم به دموکراسی و حقوق بشر. و اما من به طور مختصر بخوام از یک دیدگاه خاص سیاسی این نظرم بخوام مطرح بکنم، من معتقد هستم که برای اینکه حقوق برابر بین مردمان ایران، مردمان سر تا سر ایران، سخن من اینجا فقط از این نیست که کدوم ملت تحت ستم بوده است و هست با کدومی که نمیدونم ستمگر، سخنی برای اینکه تمام مردمان ایران برخوردار باشند از یک حقوق مساوی و برابری، زن و مرد گرفته و یا قشرها و سکت‌های مختلفی که در جامعه ایران هستند، و برای اینکه گروه‌های هویتی مشخصی که در ایران بنا به تفاوت هویتی که داشتند تحت تبعیض قرار گرفتند در طول سالیان دراز، احساس برابری بکنند و احساس تعلق خاطر به این سرزمین بکنند که به هر حال تاریخاً بودند در چارچوب این سرزمین بزرگی که به نام به هر حال فلات ایران و بعدا هم کشور ایران نام گرفته است هست بوده است، و به اضافه اینکه اون آزادی هایی که به عنوان یا اون مکانیزم هایی که به عنوان تأمین کننده رابطه یا نمیدونم اونون چه بگذارم، منظورم رسانه ها هستند، رسانه ها و نهادها و ارگان هایی که تضمین کننده دوام این سیاست، این آزادی ها و برابری هستند، اونها رو چگونه
برپا بکنیم، من معتقد هستم بنا به اعتقاد من و دوستانمون که به هر حال در کنگره ملت ها جمع شدیم، این است که این نظام امتحان خودش رو داده و به اوج گندیدگی خودش رسیده و اصلاح پذیر نیست. باید یه مکانیزمی باشه که این مسائلی که صحبت کردیم تامین بکنه. لذا برای اینکه مجدداً باز هم یک سیستم استبدادگرایی مجددی رو تولید نکنیم، همچنان که دو بار یا سه بار اتفاق افتاده است، انقلاب شده است، دوباره استبداد حاکم شده است، باید یک سیستم غیر متمرکز باشه. این غیر متمرکز رو مخصوصاً، حالا این غیر متمرکز رو بعضی از دید اداری می‌بینند، مسلماً یک کشوری که جامعه یک نواخت هم داشته باشه یه عدم تمرکز اداری لازم داره برای اینکه بتونه راحت تر کشور را اداره کنه. حالا اینکه ایران یک کشوری است کثیرالمله، کشوری است با تکثر فرهنگی، زبانی و هویتی مختلف، برای اینکه بتونیم این احساس برابری رو به وجود بیاریم، این حق برابری رعایت بشه، معتقد هستیم که یک نظام غیر متمرکزی که در میان آنهای آن بخش از مردمان ایران که هویت ویژه تاریخی برای خودشون کسب کردن در طول یک تاریخ دراز مدت، دارای دولت محلی، پارلمان محلی و قوه قضایی محلی خودشون باشن، در واقع همون بخشی که میگیم افقی و عمودی بخوام تقسیم بکنیم، ضمن این که همه مردمان ایران در دولت مشترک مرکزی سهیمند و حق برابر و مساوی در اجرای سیاست‌ها و در اجرای برنامه‌ریزی‌هاشون دارن. از سوی دیگر نظام و سیستمی باید باشه در ایران که تضمین بکنه وجود آزادی‌های رسانه‌ها رو که به هر حال گزارش میدن و گزارشدهی سخنی که شما فرمودید به هر حال گزارشدهی باید باشه، اینا باید آزاد باشن، به اضافه اینکه نهادها و تشکلات سیاسی که میتونند در ارتباط با خواسته‌های مختلف سیاسی، هنری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی مردم رو متشکل کنند و حول اون خواسته‌ها موبیلایز به حرکت در بیاورند، اون آزادی هم باید تضمین شده باشه. و در هر صورت سخن من فکر میکنم وقت داره تموم میشه، ولی در کل بخوام تمومش بکنم، تا زمانی که تمامیت خواهی و انحصارگرایی حاکم باشه و یک سیستم متمرکز حاکم باشه، حتی اگر این نظام بره باز هم ما دوچار همین مشکل خواهیم شد. بنابراین یک نظامی رو خواستار باید باشیم که در آن نظام رعایت حقوق زن و مرد، برابری حقوق زن و مرد، برابری حقوق انسان‌هایی که هویت‌های ویژه تاریخی هستند در درون ایران و به اضافه عدالت اجتماعی که به هر حال متعلق به کل مردمان ایران خواهد شد برقرار بشه.